ایران. امروز یادواره یا سالگشت سوم شهریور است. درباره سوم شهریور بسیار بسیار سخن میتوان گفت. به صورت تا اونجا که میتوانیم وقت اجازه میدهد پرسش هایی از جناب آقای امینی خواهم داشت، چون پرسش هایی هم از طریق ایمیل برای ایشون و بنده رسیده است. یکی از هممیهنان که پیداست با مسائل روز و همچنین مسائل مطروحه در این برنامه آشنا هستند، چندین سوال فرستادند که باید در یه فرصت دیگری اینها رو مطرح بکنیم. مثلا یکی از سوالاتشون اینه. جناب امینی سلام عرض میکنم. درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه و همیهنان گرامی. در این 75 سالگرد اشغال ایران از سوی متفقین در سال 1320. خب آقای امینی، امیدوارم حالتون خوب باشه. سپاسگزارم. این همیهن مطلب بلندی نوشتند و حیف است که در این فرصت اندکی که امروز داریم به همه آن بپردازیم. فقط یکی از این پرسش ها رو مطرح خواهم کرد، امیدوارم که بتوانم اونها رو به سرعت پیدا کنم. آقای امینی، چقدر طولانی بود این سوال؟ بیشتر این داوری هم داشتن ایشان. ایشان آدم بسیار با دانش بودند. مسئله مورد گفتگو هستند و از ما خواستن که از ایشان نام نبریم، چون راهی ایران هستند. ببینید، همین نکته‌ای که در پایان نامه ایشان هست که من راهی ایران هستم، خب یک موضوع دردناکیه که یک ایرانی آزادی خواه، دانشگاهی، علاقمند به مسائل، بیمناک از این هست که اگر یادداشت او در یک برنامه تلویزیونی در خارج از ایران منتشر بشود، در ایران برای او گرفتاری ایجاد خواهد شد. این میزان این آزادی هایی رو که میگویند در ایران هست، آزادی سیاسی در زیر میزان آزادی کشی ها زیر چیرگی حکومت دینی رو خوب نشان میدهد که همیهنان بیمناک از این هستند. من در پاریس که بودم، یکی از دوستان بسیار ارجمند من در مراسم بزرگداشت زنده یاد بختیار نیامده بود و در پاریس هست و میدانم که از کسانی است که سخت اندوهگین بود برای رویدادی که به وجود آمد در پاریس و در اون سال هم در پاریس بود. و خب اینک 25 سال از این رویداد میگذشت. من پس از برنامه از ایشان جویا شدم که شما چگونه، چرا نیامدید؟ گفت من یکی از بستگانم راهی ایران هست و صلاح نبود. ببینید، یه فضایی حکومت ایجاد کرده که مردم بیمناک از این هستن که برداشت ها و داوری ها و دوستی ها و تمایل های سیاسی خودشون رو آشکارا نشان بدن تا مبادا در ایران مزاحم اونها بشوند. و این حتی در دوران اوج دوران اختناق ایران و خودکامگی در ایران در دوران گذشته هم وجود نمی داشت. به این اندازه دانشجویانی که فعالیت سیاسی در خارج داشتن می رفتند ایران، یک بازپرسی ساده از اونها می کردن، بیشتر کاری هم باشون نداشتن، مگر اینکه مثلا از رهبران یک گروه بودن. در حالی که امروز هر آدم ساده ای بیمناک است که اگر پرسشی در تلویزیون به نام او خوانده بشود، شاید هنگام رفتن به ایران مورد بازپرسی و نکوهش حکومتیان و حتی گرفتاری های سیاسی قرار بگیرد و این خب خیلی دردناک است واقعا. خیلی ممنون آقای امینی. این دوستی که نباید نامشون رو در این برنامه آورد نوشتن، جناب حسین موری، امروز دوشنبه 15 اوت، برنامه از شما و آقای دکتر محمد امینی در برنامه تلویزیونی اندیشه دیدم که برایم جالب بود و از گفتگوهایتان چیزهای تازه‌ای شنیدم. با این همه نسبت به چند مطلبی را که آقای امینی گفتند تبصره‌هایی دارم که مایلم با شما در میان بگذارم.
یکی از اون تبصره ها را آقای امینی میخواهم بخوانم. بله. مطلب اول این که کسی که شاپور بختیار را با قوام السلطنه مقایسه کرده قطعا منظورش این نبوده که بختیار اسم قوام را به میان آورده، بلکه مقصود مرد میدان بودن و دل به دریا زدن مثل قوام بوده، وگرنه این را همه می دانند که بختیار خود را برکشیده و پیرو راه مصدق می دانسته و این امر نیاز به تکرار و تصویر و توضیح در تلویزیون نداشته است. جوابی می فرمایید؟ کاملا نکته ایشان درست است و یعنی درست هست که بخت در این قسمت دوم که بختیار به راستی برکشیده و هوادار و پیرو زندیات محمد مصدق بوده، ولی اون کتابی که در این زمینه درباره زندگی بختیار نوشته شده و سخنانی که نویسنده کتاب در نشستهایی گفته، اشاره به قوام تنها در راستای دل به دریا زدن و مرد میدان بودن نیست، چون به این معنا مصدق هم دل به دریا زد و به میدان آمد و در یکی از بحرانی ترین دورانهای تاریخ ایران به میدان آمد. به این معنا فروغی هم که امروز حتما به او خواهیم پرداخت، یکی از دورانهای بسیار بحرانی تاریخ ایران به میدان آمد، زمانی که فروغی به دلیل با اینکه نخست وزیر بسیار مهم دوران رضا شاه بود پس از مخبر السلطنه هدایت، یکی از کسانی که در انجام کارهای رفرم در ایران نقش بسیار برجسته‌ای داشت فروغی بود، به ویژه در گسترش ساختارهای سکولار ایران، و با این حال به دلیل رویداد مسجد گوهرشاد و متهم شدن پدر داماد او اسدی، البته ایشان پدر دو داماد او بودند، دو دختر فروغی همسر دو فرزند اسدی بودند، و به دلیل همین موضوع متهم شد و که گویا در ماجرای مسجد کوهرسا دست داشته یا کوتاهی کرده اعدام شد و خانه نشین شد. با این حال بازگشت به میدان سیاست در یکی از بسیار هولناکترین و دردناکترین دورانهای تاریخ ایران که ایران اشغال بیگانگان شده بود و نخست وزیری رو پذیرفت، ولی مراد از اشاره اون آقا به دل به دریا زدن و مرد میدان بودن در مقایسه بختیار با قوام یا فروغی در این زمینه نیست، چون اشاره کردم مصدق هم در اون دوران چنین کاری رو انجام داد، بلکه میگویند سنت بختیار بیشتر به سنت قوام نزدیک بوده نه سنت بختیار. این رو از ایشان باید پرسید که چرا این گونه داوری میکنند، از نویسنده کتابی که درباره بختیار بیرون آمده که پیشتر همین نویسنده کتاب بسیار ستایشگرانه ای رو درباره قوام السلطنه منتشر کرده بود. این است که من در برنامه اشاره کردم چنین نیست، اگرچه روش آدمی مانند بختیار با روش زندیات مصدق یا زندیات صدیقی متفاوت بود، ولی به هر روی اینها پیروان اون مکتب و آرمان و کوششی بودند که مصدق نماد اون به شمار می آمد و پدر خود من هم در همون در واقع خانه می زیست، در اون خانه فکری می زیست، و این است که کاملا نکته ایشان درست است. بختیار رهرو مصدق بود و وفادار مصدق، و در همه مصاحبه‌های تلویزیونی شما نیک به یاد دارید، خود شما بر روی در اون هنگام از کسانی بودید که آشنا بودید با کارهای بختیار، همه مصاحبه‌های تلویزیونی او چه در ایران چه در دورانی که در خارج زیست در کنار پیکره زندیات مصدق برگزار می‌شد. ممنونم آقای امینی. یک پرسش دیگر اجازه بدین اسم ایشونه که میتونم بخونم. بله بله. سامیار، فامیلشون رو نگید. بله. بسیار. گفتن سامیار از تهران. سامیار از تهران. بله. گفتن سلام جناب آقای امینی عزیز، من سامیار هستم از تهران، مزاحمتون میشم. چند تا از برنامه های جالب و آموزنده شما را دیدم و واقعا استفاده کردم. سوالی داشتم از جنابتان که به نظر شما بهترین نظام حکومتی برای کشور عزیزمان ایران چیست و دلیلتان را هم
اگر مختصر بیان فرمایید ممنون میشوم، چون من با هر کسی بحث میکنم به خاطر تعصبات لجوجانه ای که دارند بدون دلیل فقط پیشنهاد یک نوع حکومت را میکنند. مثلا بعضی ها میگویند فقط نظام اسلامی، یک چیزی شبیه همین چیزی که الان هست، و وقتی دلیلی میخواهم دلیل قانع کننده ای نمیشنوم. و بعضی ها هم از روی تعصب میگویند پادشاهی مثل دوران پهلوی، و آنها هم اتفاقا دلیل درستی ندارند. لذا از شما میخواهم به عنوان استادی دانا مرا راهنمایی کنید. مرسی از شما سامیار. ببینید جناب مهری و جناب سامیار گرامی و دیگر همیهنان ارجمند، در این برنامه من نمیتوانم به گفتگو پیرامون چگونگی نظام سیاسی آینده ایران بنشینم. آنچه که میتوانم با شما در میان بگذارم این است که در تاریخ 200 سال گذشته زندگی بشر، از هنگام شکل‌گیری دولت ایالات متحده آمریکا و سپس انقلاب کبیر فرانسه، دگرگونی‌های بنیادی در ساختار فرمانروایی در بریتانیا، پیدایش دموکراسی‌های حالا پادشاهی یا جمهوری در اروپا، حالا اینا صورت مسئله بود، یعنی پادشاهی یا جمهوری، امروز بر دنیا آشکار گردیده که تنها ساختار حکومتی ماندگاری که با نیازهای بشر امروز و زندگی آینده ما پیوند داره، ساختارهای دموکراسی مبتنی بر اراده ملت است، اراده مردم است، ساختارهایی که مردم بتوانند در یک گزینه ای آزادانه ساختار دولت رو دگرگون کنند، رئیس جمهوری رو کنار بگذارند، یا اگر نظام پادشاهی است مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، نخست وزیر رو که رئیس دولت هست، چون در نظام‌های پادشاهی اروپایی که دموکراتیک هست، از جمله در بریتانیا یا دانمارک یا کشورهای از این دست، پادشاه یا ملکه کاری نیست، یک رئیس تشریفاتی است، و حتی سخنرانی‌های گشایش پارلمان رو مانند ملکه الیزابت رو نخست وزیر می‌نویسد و اون می‌خواند، و بیشتر جنبه اندرزگویی و تشریفاتی و نقش ویژه برای یک وحدت ملی عمومی دارد. حالا تا چه اندازه لازم باشد این یا نه بحثی است جداگانه، ولی به هر روی در همه ساختارهای اروپایی، چه اونهایی که هنوز پادشاهی رو حفظ کردند ولی نظام پارلمانی دموکراتیک دارند، نشان داده شده که یا اونهایی که جمهوری هستند یا اونهایی که مانند مثلا فرانسه بیشتر نظام پارلمانی هست یا ایالات متحده آمریکا، همه اینها رو شما نگاه کنید میبینید که بشر امروز شیفته گزینش حکومتی است که در زیر سایه اون زندگی میکنه. دموکراسی تنها مدل، تنها ساختار ماندگار اداره کشور است، و بدون دموکراسی امروز در دنیای امروز نمیتوان یک کشوری داشت که مردم بر سرنوشت خودشان چیره باشند. حکومت دینی مانند آنچه که در ایران میگذرد، دین رو، آیین رو، باور رهبران مذهبی رو بر زندگی مردم چیره میکند. و اگر بخواهیم دوران پادشاهی گذشته رو زنده بکنیم، باز هم یک شخص، یک فرد به نام نماینده ملت بر جان و مال و ناموس و زندگی مردم چیره است. ما آزمون بسیار بسیار موفقی رو در جهان داشتیم و اون آزمون دموکراسی است، حکومت برگزیده مردم، مجلس و پارلمان برگزیده مردم، و حکومت‌هایی که مردم اونها رو انتخاب میکنن و اونها رو برکنار میکنن و بر سرنوشت خودشون چیره هستن. دموکراسی دارای گرفتاری‌هایی هم هست، ولی این گرفتاری دموکراسی به مراتب پیشرفته تر از گرفتاری های دیگر ساختارهای حکومتی است. سپاسگزارم آقای امینی. یک ایمیل دیگه هم آمده، خطاب به بنده، گفتن که با سلام و تشکر از برنامه بسیار پربار برگی از تاریخ، شما چندین بار
شما و آقای امینی قول دادید که در مورد تیمورتاش برنامه داشته باشید و ما همچنان منتظریم. با احترام کوروش تهران. کاملا درست میگن. من این وعده رو به شما نمیدم که هفته آینده این کار رو انجام بدیم، ولی حتما در این 30 روز آینده برنامه ویژه‌ای رو در مورد تیمورتاش خواهیم داشت که فکر میکنم بیشتر از یک برنامه به اون خواهیم پرداخت و باید هم به تیمورتاش پرداخت، برای اینکه یکی از شخصیت‌های یتیم تاریخ سیاسی ایران خود ساخته بوده، نه؟ کاملا تیمورتاش بوده. البته خود ساخته که بر روی آدمی است که در اون دوران مشروطه با از اون ساختار اشرافی ایلیاتی جامعه ایران که او هم بر روی از یکی از خاندان‌های اشرافی ایلیاتی شمال خراسان بود، به کانون مدرنیته گام نهاد و یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته دوران رضا شاه شد. و این است که من حتما باید ما به او بپردازیم. تیمورتاش و رزمارا شاید بتوان گفت که مورد بغض همه گروه‌های سیاسی در تاریخ ایران بودند و کمتر گروهی به هواداری اونها پرخواسته و در نتیجه درباره اونها کار ارزشمندی در تاریخ ایران نشده. هر دوی اونها هم به داوری من جایگاه بسیار ویژه‌ای در تاریخ ایران دارن، نیک و بد. ولی این نیک و بد رو باید شناخت و ارزیابی کرد و تیمورتاش رو بازبینی کرد. تیمورتاش یکی از نخستین کسانی است که در سودای ایجاد ساختارهای حزبی در ایران بوده و شاید بتوان گفت که خیلی پیش از سفر رضا شاه به ترکیه در سودای پروژه کشف حجاب بوده و نخستین طرح کننده سهم‌بندی 50-50 ایران با شرکت نفت ایران انگلیس در واقع تیمورتاش است. او رفت برای نخستین بار خیلی 25 سال پیش از ملی شدن صنعت نفت برای مذاکره با بریتانیا برای طرح 50-50 که البته به جایی نرسید. در جای خودش حتما به اون خواهیم پرداخت. خب سپاسگزارم آقای امینی عزیز. فکر نکنین که همین دو سه تا پرسش بوده و پرسش خیلی زیاده و بعضی ها هم دورش میگذره. بله. نمیدونم چیکار کنیم. و اما بپردازیم به مطلبی که سوژه امروز ماست، یعنی سالگشت سوم شهریور. اولا بفهمید آقای امینی اصلا چه شده که سوم شهریور رخ داده؟ زمینه هاش چه بوده؟ به نظر من به داوری ما باید برگردیم به چندین سال پیش از رویداد سوم شهریور 1320 به سپهر سیاست جهان در اون هنگام نگاه کنیم که زمینه های آغاز جنگ جهانی دوم پدیدار شده بود و سفارایی های تازه‌ای به وجود آمده بود. دولت ایران، دولت رضا شاه در آغاز سخت با دولت بریتانیا نزدیک بود و خب همه میدانند که کودتا 1299 کودتای سازمان یافته بخشی از دولت بریتانیا و آقای آیرانساید بود و سید ضیاءالدین طباطبایی اصلا آدم انگلیسی ها در این کودتا بود و رضا شاه خود او هم بارها گفته بود که حتی در یک نشستی با در خانه مصدق اشاره کرده بود که من رو انگلیسی ها سر کار آوردن ولی نمیدانستن که با چه کسی طرف هستن، که نکته کاملا درستی هم هست. می توان این گونه داوری کرد که شاید از میانه پادشاهی رضا شاه با رشد قدرت دولت آلمان در اروپا ایرانیان یک گرایشی که از دیرباز به سوی آلمان داشتند، گرایش نهانی که به سوی آلمان داشتند، این پخته شد و سر برآورد و یا بیشتر پرورش پیدا کرد و حتی اسفندیاری رئیس مجلس هنگامی که از لندن برای یک مراسمی باز میگشت، تاجگذاری بود، باز میگشت، میرفت به قاهره برای خواستگاری از فوزیه از سوی پادشاه ایران برای همسری با محمد رضا پهلوی که در اون هنگام ولیعهد بود، سر راه در برلین با هیتلر و فون براون دیدار کرد، فان شوپ ببخشید، دیدار کرد و با وزیر امور خارجه آلمان و پیکره این دیدار وجود داره. البته آلمانی هم خیلی خوب صحبت میکرد چون در آلمان درس خونده بود و
گویا یک شوخی های با هیتلر کرده بود. اصولا یک گرایشی در میان ایرانیان از دیرباز نسبت به آلمان ها وجود داشت که آلمان ها رو نسبت به انگلیسی ها و روس ها یک گروه دیگری قلمداد می کردن. آقای امینی در گیرودار روزهای سوم شهریور تا آخر شهریور شعارهای زیادی در محلات تهران داده می شد. من 4-5 سالم بیشتر نبود، ولی با بچه های دیگه می دویدیم تو خیابون، می گفتیم انگلیس آشپز ماست، روسیه نوکر ماست، اگر آلمان نباشد پس خاک بر سر ماست. اینا رو خب بزرگتر به ما یاد داده بودن. بله ببینید، این پیشتر از اون هم آلمان ها در دوران جنگ جهانی اول هنگامی که با دولت عثمانی هم پیمان بودن در برابر روسیه و بریتانیا، ایرانیان از آلمان ها جانبداری میکردن و حتی شایع کرده بودن که قیصر رفته به مکه و حاجی شده، به اون گفتن حاجی قیصر، و آلمان ها رو خیلی دوست داشتن. و در اون دوران جنگ جهانی دوم هم، پیش از جنگ جهانی دوم هم، در میان بسیاری از نخبگان ایرانی یک نوع اقبال نسبت به آلمان ها وجود داشت و به ویژه با این تبلیغات آلمان ها در مورد نژاد آریایی این خیلی بالا گرفت. اصلا اگر شما نگاه کنید که زمان تغییر نام خارجی ایران، چون ایران دو تا نام داشت، پرشیا در جهان بود و ایران در داخل، مانند مصر که مصر در داخل مصر بود و ایجپت در بیرون از مصر بود، دولت رضا شاه این نام رو در سال 1314 تغییر داد و این همزمان بود با رشد گرایش های طرفدار آریایی بودن آلمان ها در اروپا. و در اون اعلامیه هم که منتشر شد در اون هنگام کاملا آشکار است که میگوید یکی از دلایل تغییر نام بین المللی ایران، نام خارجی ایران از پرشیا به ایران، در این است که این روزها که آریایی بودن مورد علاقه قرار گرفته و سر بلند کرده، بهتر است ما که آریایی هستیم نام ایران رو که با نژاد آریایی پیوند داره دوباره زنده کنیم. در ایران یک گرایشی به وجود آمده بود، آلمانی ها فعال بودند و بسیاری از چیزهایی که شاید دولت بریتانیا از رضا شاه دور می داشت، آلمان ها حاضر بودند به ایران بدهند، مانند مثلا ذوب‌آهن و چیزهایی از این دست. شمار کارکنان و فعالان آلمانی در ایران بالا گرفته بود و این یک نوع بیم و هراسی رو پس از آغاز جنگ برای متفقین آغاز کرده بود که شاید ایران به سوی جانبداری از آلمان برود و یک جبهه تازه‌ای رو در ایران آغاز کند. همون دورانی است که در عراق هم دولت رشید عالی گیلانی و در کشورهای دیگر هم یک نوع سمپاتی‌های نسبت به آلمان به وجود آمده بود. هیچ نشانی از این نیست، ما سندی نداریم که این ادعای متفقین به ویژه ادعای بریتانیا و شوروی درست بوده باشد که دولت رضا شاه عملا خود رو در اختیار دولت آلمان قرار داده بود. هیچ سندی در این وارد نداریم. داده هایی که در دست ماست نشان میدهد که گزافه‌گویی در این باره زیاد شده که شمار ماموران آلمانی در ایران بسیار بالا بوده. چنین نیست. بسیاری از کسانی که در ایران آلمانی بودند و کار میکردند افرادی بودند که کاری با مسائل سیاسی و نظامی نداشتند، در کار صنعت در ایران درگیری هایی داشتند، ولی به هر روی این رو بهانه کردند. یعنی در اون هنگام موضوع این پیش آمد که به ایران دو بار اولتیماتوم دادند برای اخراج کارکنان آلمانی و ایران در اولتیماتوم دوم اساسا اون رو پذیرفت و گام هایی در این راه آغاز شد. ولی به نظر می آید که این مسئله وجود آلمانی ها، حضور آلمانی ها در ایران بهانه‌ای بود. نمیگویم که آلمانی ها در ایران نبودند، حتما از این پشت جبهه بهره می گرفتند. ببخشید آقای امینی، این درست است که آلمان ها قصد داشتند علیه رضا شاه کودتا کنند؟ نه، اینها یعنی اینا از اون مسائلی است که هیچ ما سندی دربارش نداریم. هیچ پایه و مایه نداره. بله عرض کردم پایه و مایه نداره. نداره، نه هیچ سند تاریخی، هیچ گزارش دیپلماتیک، هیچ گزارش محرمانه، هیچ شاهدی در دست ما نیست که نشان بدهد که یک نیمچه کودتایی از سوی کسانی در دربار در مقابل رضا شاه از سوی آلمان ها در حال سازمان یافتن بوده. توجه به این بکنید که در اون سالهایی که مورد گفتگوست، یعنی در
پنج شش سال پایانی پادشاهی رضا شاه بسیاری از یاران آغازین رضا شاه یا خانه نشین شده بودند یا به مرگ طبیعی درگذشته بودند یا در زندان جان باخته بودند یا فراری بودند یا کشته شده بودند یا حاضر به همکاری نبودند، مانند تهی‌زاده که بیرون از ایران میزیست و کسانی که خودشون رو کنار کشیده بودند، مانند دادگر که سالهای درازی رئیس مجلس بود و با اجازه رضا شاه از ایران خارج شد، یا بایرون که به خارج از ایران رفته بود و درگیری داشت، و خیلی های دیگر خانه نشین بودند، آقای جهانبانی که یکی از سازماندهان دندگان ارتش نوین ایران بود، رئیس سازمان نژاد اصلاح نژاد عصب شده بود، فروغی خانه نشین بود، مصدق در تبعیض به سر می برد، البته مصدق از شمار یاران آغازین رضا شاه نبود، ولی به هر روی روی هم رفته می توان گفت که نیروی در پیرامون رضا شاه جز در میان ارتشیان وجود نمی داشت که بتواند یک کودتای سیاسی رو علیه رضا شاه سازمان بدهد که ما بتوانیم بر پایون این چنین داوری کنیم که آلمان ها می خواستن در ایران کودتا بکنند. سندی در این باره در دست نیست، ولی این رو می توان گفت که بسیاری از ایرانیان از جمله نخبگان سیاسی ایران از جمله خود رضا شاه از سیاست های بریتانیا دلزده شده بودند و یک نوع گرایشی نسبت به آلمان ها در پیش بود. یکی از بهترین اسنادی که در این زمینه در دست داریم یادمانده های آقای متین دفتری است، پدر آقای هدایت الله متین دفتری که جوانترین در اون هنگام پس از این رویدادی که خدمتتون میگم جوانترین نخست وزیر ایران شد. متین دفتری در اون هنگامی که این به خاطرات اشاره میکنه وزیر عدلیه یا دادگستری بود و در میگوید که در اون هنگامی که آلمان ها در حال پیشرفت به سوی روسیه بودند در جلسه هیئت وزیران رضا شاه از وزیران پرسید که داوری شما درباره سرنوشت جنگ چیست؟ طبیعی است که به عنوان پادشاه کشور میباید دل مشغولی نسبت به سرنوشت جنگ جهانی میداشتید که کدام نیرو متفقین یا نیروهای محور کدام یک پیروز خواهند شد. این به هر روی یک رفتار درستی از سوی یک رهبر کشور است که نسبت به این موضوع سار علاقه نشان بدهد و رضا شاه از هیئت وزیران این رو میپرسه و متی دفتری میگوید من تنها کسی بودم که دو هفته پس از آن یک گزارش بسیار دقیق تهیه کردم که بر اساس این گزارش نشان میداد که آلمان ها در این جنگ موفق خواهند شد و در همونجا فرمان نخست وزیری رو دریافت کردم. البته یک سال پس از اون بازداشت شد و از مستقیم از کاخ نخست وزیری به زندان رفت، نه به این دلیل، به دلایل دیگری، ولی به هر روی برداشتی که متین دفتری در برابر ما می‌نهد این است که رضا شاه پذیرفته بود که در جنگ جهانی دوم آلمان‌ها پیروز خواهند شد و با این همه دولت ایران پس از آغاز جنگ جهانی دوم مانند سنت آغاز جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد، اما دولت‌های درگیر در جنگ نه در جنگ جهانی اول بهایی به بیطرفی ایران دادند و نه در جنگ جهانی دوم بهایی به بیطرفی ایران دادند. در هر دو دوره بیطرفی ایران رو نقض کردند و وارد خاک ایران شدند. در دوره اول اصلا توجهی به اینکه اصلا کشوری دولتی در ایران وجود دارد نکردند. روسیه وارد خاک ایران شد، عثمانی وارد خاک ایران شد، دولت بریتانیا که به هر روی در خاک ایران بود نفوذ خودش رو گسترش داد و جنگ میان این سه کشور عثمانی، روسیه و از راه عثمانی آلمان ها و بریتانیا در خاک ایران بالا گرفت در جنگ جهانی اول. در جنگ جهانی دوم هم بهایی به بیطرفی ایران داده نشد. شاید هم این گونه بتوان داوری کرد که این تصور که کشور بسیار ناتوان و ضعیف میتواند اعلام بیطرفی بکند بیشتر جنبه شوخی دارد. دولت‌های بزرگ به این بیطرفی بهایی نمیدهند و بر پایه منافع خودشون بهانه‌ای برای دخالت در اون کشور پیدا میکنند. آیا امینی، یه زمانی در این باره ما از شما سوال کردم، فرمودید که این یکی از مواردی است که در تاریخ ایران فرصت سوزی شده. کاملا درسته. به چه دلیل؟ بفهمید.
ببینید، یه تصور باطلی در میان ما ایرانیان وجود داره که چون ما یک زمانی امپراتوری بودیم، دولت ماد وجود داشته، دولت هخامنشی وجود داشته، دولت ساسانی وجود داشته، دولت صفوی وجود داشته، ما یک کشور امپراتوری بزرگی بودیم و فرهنگ و تاریخ کهنی داریم، ما یه ایران کهن یا پرشیای بزرگی به گفته اروپاییان دارای همون جایگاه و نقشی هستیم در جهان که زمانی در گذشته بودیم. شما نگاه کنید به دوران مثلا شاه عباس. شاه عباس در گفتگوی با یا مذاکرات با دولت بریتانیا و سپس اسپانیا و پرتغال حقوق ایران رو بر سواحل جنوبی و شمالی خلیج فارس تضمین کرد. در اون هنگام ایران آنچنان قدرتی می داشت که بریتانیا از موزه فرودست با ایران گفتگو می کرد و البته می گویند که ایرانیان پرتغالی ها رو بیرون کردن، نه با پرتغالی ها گفتگو کردن و پرتغالی ها عملا داوطلبانه از بندرهای جنوب ایران در یکی دو بندر بودن خارج شدند و راه برای ورود بریتانیا به این منطقه باز شد. این که میگن امام قلی خان اونها رو بیرون کرد؟ در مینا این گفتگو صورت گرفت و این با کمپانی هند شرقی بود که نماینده بریتانیا به شمار می آمد و سپس اسپانیا و دیگر کشورها هم این پیمان رو به رسمیت شناختند و حقوق ایران رو بر سرتاسر خلیج فارس شناسایی کردند. این دوران گذشت. از دوران قاجار به این سوی ما کشوری نبودیم که بتوانیم آگاهانه و آشکارا قدرت خودمون رو به جهان نشان بدهیم و مثلا ادعای بی‌طرفی بکنیم. برای شما تنها یک مثال خیلی دردناک میزنم. پس از پایان جنگ جهانی اول کنفرانسی در پاریس به وجود آمد. این کنفرانس برای تقسیم سرزمین‌های مستعمرات پیشین یا سرزمین‌های پیشین عثمانی بود. از جمله ایران یکی از کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول بود. بیشتر از دیگر کشورهای جهان سرانه قربانی داده بود به دلیل محاصره ایران و بحران غذایی که در ایران، بحران مواد غذایی که در ایران به وجود آمده بود و خیلی چیزهای دیگر و بر روی همسایه عثمانی به شمار می آمد. سالها دو عثمانی در جنگ بود. به نمایندگان ایران در کنفرانس پاریس اجازه ورود ندادند. در مورد سرنوشت ایران گفتگو می کردند ولی این گفتگو بدون شرکت نمایندگان ایران انجام دادند. نکته که در واقع من در یه برنامه دیگری با شما و بارها در برنامه های دیگر اشاره کردم این است که کشوری مانند ایران شاید بهتر می بود که مانند سوئد رفتار می کرد. با درایت می پذیرفت که کدام سوی جنگ رو باید، کدام سوی این درگیری رو باید به عنوان یک نیروی برتر فرادست بشناسد و به جای اعلام بی‌طرفی که کسی به او بهایی نمیداد با یکی از این دو سوی هم همراه میشد. سوئد چنین کرد. سوئد با اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود اساساً با متفقین همراه شد، اگرچه وارد درگیری و جنگ با آلمان ها نشده بود ولی از راه رساندن جنگ افزار و مواد غذایی و دیگر چیزها از سوئد به اتحاد جماهیر شوروی پول کلانی ساخت. ایران میتوانست به جای اینکه پول پیروزی ناخواسته بشود وارد گفتگوی با متفقین شود و از اونها برای رساندن مواد جنگی و غذایی به جبهه شوروی از راه جنوب پول بگیرد. یعنی اینا میتوانست درآمد داشته باشه اگر مذاکرات درستی انجام میشد، اگر نخبگان ایرانی دارای چنین توانایی بودند که میرفتند، اگر کسی مانند فروغی یا تقی‌زاده در چنین جایگاهی قرار میداشت و میتوانستند گفتگو کنند و با متفقین کنار بیایند بدون اعلام جنگ با آلمان ها، ولی راه رو برای رساندن جنگ افزار، مواد غذایی و چیزهای دیگر از راه جنوب ایران به مرز شوروی فراهم میکردند و پول میگرفتند از این راه، خب ایران اشغال نمیشد و چه بسا که درآمد کلانی هم برای ایرانیان به وجود میامد و چه بسا که رضا شاه هم تن به برکناری نمیداد و همچنان میمان تا پایان پادشاهی خودش. اینا البته اگرهای تاریخ هست ولی به نظر من فرصت سوزی بسیار کلانی صورت گرفت و یکی از دلایل اون در این بود که
در دوران قدرت گرفتن رضا شاه بسیاری از شخصیت‌های توانای نخبگانی که پیرامون رضا شاه از آغاز بودند از سیاست یا برکنار شده بودند یا از میان رفته بودند و در نتیجه پیرامون رضا شاه یا ارتشیان بودند یا آدم‌های بسیار ناتوانی مانند آقای علی منصور که آخرین نخست وزیر دوران رضا شاه پیش از سوم شهریور بود و در سوم شهریور این نخست وزیری رو به فروغی به ناچار واگذارد. آقای امینی، وقتی متفقین به ایران حمله کردند دستگاه دولتی ایران و ارتش ایران اطلاعی نداشت از این رخداد؟ به هیچ وجه. ساعت 4 بامداد روز سوم شهریور اسمیرنوف و کاردار سفیر شوروی در ایران و وزیر مختار بریتانیا در ایران بولارد، اینها البته بریتانیا در ایران سفیر نداشت، وزیر مختار داشت، شوروی سفیر داشت. 4 بامداد روز سوم شهریور اینها در منزل آقای منصور رفتند و او را از خواب بیدار کردند و به دولت ایران که منصور نخست وزیر او به شمار می آمد و نماینده قانونی روابط با کشورهای خارجی به آگاهی او رساند که قوای شوروی و بریتانیا وارد خاک ایران شدند. دولت آمریکا اندکی پس از اون وارد ایران شد، نیروی نظامی برای درگیر شدن در جنگ هنوز نداشت. اصلا دولت آمریکا تا چندین ماه پس از اشغال ایران به آلمان اعلام جنگ نکرده بود و اعلام جنگ پس از اون بود، پس از رویدادهایی که در پر هاربر و دیگر جایهای انجام گرفت. ولی به هر روی دولت شوروی و دولت بریتانیا بامداد 4 بامداد روز سوم شهریور به آگاهی ایران رساندند که نه اینکه می‌خواهیم به ایران حمله کنیم، بلکه به ایران حمله شده و خاک ایران مورد اشغال دو دولت قرار گرفته و منصور سراسیمه شده بود از این ماجرا و 7 بامداد همون روز خبر رو به رضا شاه رساند با ترس و با هراسیمگی، در واقع که در واقع این تهدیدهایی که قبلا شده به اجرا در آمده. و 10 بامداد اون روز رضا شاه با همین دو نفر اسمیرنوف و بولارد دیدار کرد و مراتب نگرانی و نارضایی خودش رو به آگاهی اونها رساند، ولی کار از کار گذشته بود. در این حمله نظامی به ایران دولت شوروی رفتارش با دولت بریتانیا متفاوت بود. دولت بریتانیا اگرچه در زد و خورد با نیروی دریایی ایران کسانی رو کشت و چون تنها بخشی از نیروی نظامی ایران که در مقابل ورود خارجی ها مقاومت کرد، نیروی جوان دریایی ایران که بسیار هم کوچک بود و بایندور معروف شد از اون هنگام با یارانش که در این زد و خورد کشته شد، دولت بریتانیا تقریبا میتوان گفت بدون زد و خورد جز این درگیری با نیروی دریایی وارد خاک ایران شد. ولی دولت شوروی نیاز به یک درس آموزی داشت. روحیه سربازان شوروی ارتش سرخ بسیار بد بود. ماه به ماه در جبهه های مختلف صحنه رو به ارتش نازی، ارتش آلمان ها می باختند و دولت یا ارتش آلمان هر روز بیشتر به داخل روسیه، داخل شوروی نزدیکتر می شود و حتی نزدیک شده بود به باکو و بسیار خطرناک بود وضع شوروی و باید یک پیروزی نشان می دادن. ایران بدبخت رو ارتش بدون مقاومت ایران رو وسیله ای کردن برای این درس آموزی و فیلم هایی گرفتن و در روسیه نشون در شوروی نشان میدادن برای ارتشیان بیرحمانه به ایران حمله کردن. هواپیماهای ایران رو که بسیار هم اندک بودند در فرودگاه ها در خانه فرودگاه نشسته بودند، اینها رو از میان بردند، شهرهای ایران رو بمباران کردند در حالی که هیچ مقاومتی برای این موضوع وجود نمی داشت. ارتش شوروی وقتی وارد خاک خراسان شد با چنان شدتی در واقع به ایران حمله کرد که ارتش شرق ایران تا میگویند تا بندر عباس عقب نشست و حضور شوروی در ایران بسیار خونریزانه تر بود از ورود نیروهای انگلیسی در ایران. ولی به هر روی ایران به اشغال
دشمنانه و خونریزانه خارجی ها در آمد و فرصتی رو که ما می توانستیم داشته باشیم که دو گفتگویی برای همسویی با این نیروها داشته باشیم از دست رفت. بخشی از اون هم به این باز میگشت که در پیرامون رضا شاه افرادی که بتوانند سرنوشت جنگ رو رقم بزنند، پیش بینی بکنند و با برنده کنار بیایند بسیار اندک بودند. انتظام در اون موقع نقشی نداشت؟ تا اونجایی که من میدونم نقشی در دادن به چون خاطره نوشته. بله بله، خاطراتش نشان میدهد که تا حدودی آگاهی میداشته از مسائل، ولی گوش شنوا در دربار رضا شاه بسیار اندک بود. رضا شاه شاید ناخواسته یا شاید هم خواسته یک گرایشی داشت که تصور میکرد آلمان ها پیروز بشوند و بیشتر قمار بر پیروزی آلمان ها بر اونها شرط بندی کرده بود در اون قمار سیاسی تاریخ، در حالی که کسانی مانند فروغی سخت بر این باور بودند که متفقین در این جنگ موفق خواهند شد. و البته برخی از یادداشت‌های 53 نفر که در اون هنگام در زندان بودند، از کسانی که بعدها پایه‌گذار حزب توده شدند، اونها هم نشان میداد که اونها هم در زندان به این پی برده بودند که نیروهای متفقین پیروز خواهند شد و صلاح ایران در این است که خود را با متفقین همراه بکنند. این فرصت تاریخی رو ایران از دست داد. ایران باید خود را با متفقین همراه میکرد و با اونها نزدیک میشد و مذاکره میکرد و اجازه میداد که از خاک ایران برای رساندن جنگ افزار و مواد غذایی به شوروی بهره گیری شود و در این راه درآمدی هم برای ایران به وجود بیاید، ولی ایران اشغال نشود. چنین نشد و ایران بی‌رحمانه اشغال شد در سوم شهریور. سوم شهریور به پنجم و ششم و هفتم شهریور هم متصل شد، نه؟ بله بله. یعنی رضا شاه در چه روزی استفاده داد و زیر چه فشاری؟ رضا شاه در آغاز وقتی فروغی رو به نخست وزیری گمارد، یعنی ماشین فرستاد که فروغی رو بیاورند، یعنی میدونی فروغی خانه نشین بود در اون هنگام. بله. و فروغی رو آوردند و فروغی پذیرفت نخست وزیری رو. در اون هنگام البته گزارش های زیادی در دست ماست که هم دولت بریتانیا و هم دولت شوروی شاید میخواستند که دولت پهلوی در ایران به پایان برسد. با رفتن رضا شاه دولت پهلوی هم از ایران برود. دولت بریتانیا بیشتر گرایش به این داشت که شخصیت دیگری رو پیدا بکند، شاید از خاندان قاجار، و به پادشاهی برساند. سراغش هم رفتن؟ بله بله، سراغ برادر احمدشاه رفتن و او خب شازده حمید میرزا رو پیشنهاد کرد. یک کلمه فارسی هم بلد نبود البته. این ماها پیش از حمله تو نیروی دریایی. بله، مثلا افسر نیروی دریایی بریتانیا بود و این خب شوخی بود که افسر نیروی دریایی رو بیاورد و بخوام پادشاه ایران بکنن. خاطراتی هم از او در دست هست، گفتگوهای بسیار ارزنده ای آقای چند سال پیش نوشته، نه؟ بله بله بله، گفتگوهای دیگری که آقای لاجوردی با او انجام داده بسیار خواندنی است، در آرشیو شفاهی یا شنیدنی است، آرشیو شفاهی هاروارد. لاجوردی حبیب لاجوردی، بله، استاد هاروارد. بله هاروارد مرحوم شدن ایشون؟ نه خیر هستن، ولی بسیار بیمار هستن و انسان بسیار بسیار شریفی هستن. در اون دوران شواهد بر پایه یادداشت‌های خود ساعد مراغی و از جمله گزارشی که در خواندنی ها در 5 و 6 شماره به چاپ رسید، از 9 شهریور 1320 در چند شماره به چاپ رسید، گواهی بر این است که و هیچ کسی رو کتمان نکرده است که دیداری میان ساعد مراغی و سفیر شوروی در ایران اسمیرنوف برگزار شده. در اونجا پیشنهاد رئیس جمهوری به ساعد مراغی کردن و اون رو نپذیرفته. پیشنهاد رئیس جمهوری به فروغی هم شده از سوی هر دو دولت و او این رو نپذیرفته و گفته ما تابع قانون مشروطه هستیم و ما کشور پادشاهی هستیم. و حتی میگویند که فروغی گفته که من نخست وزیری زیر قدرت رضا شاه رو بر پادشاهی زیر قدرت متفقین ترجیح میدم، با اینکه زخم خورده بوده از دوران رضا شاه، بر کنار خانه نشین شده بود و پدر دامادش رو اعدام کرده بودن. ولی به هر روی در اون دوران رویدادهای
ده روزه‌ای که سرانجام به استعفای رضا شاه و خارج شدن از کشور انجامید، یعنی ببخشید آقای امینی بله. دو سه دقیقه وقت داریم بله. رضا شاه در آغاز تن به استعفا نمیداد و از فروغی میخواست که برود و مذاکره بکنه و او استعفا ندهد. سپس از فروغی خواسته بود که با متفقین مذاکره کنه که او استعفا بدهد ولی در ایران بماند و اون هم مورد پذیرش قرار نگرفته بود و این بیمهراسی که شاید بریتانیا نتواند از تهران پاسداری بکنه چون ارتشی در میان نبود و قوای شوروی بتواند وارد ایران بشود و پادشاه استفاداده به دست روسهای کمونیست بیفتد اونجور که تصویر عمومی در ایران بود، رضا شاه رو برانگیخت که با پشتیبانی دولت بریتانیا از ایران خارج بشود، به سوی اصفهان رفت و از راه اصفهان و از جنوب ایران به جزیره موریس. البته به او وعده داده بودند که او رو به آمریکای جنوبی به جای خوش آب و هوایی خواهند برد و دروغ گفته بودند به او و او رو به جزیره بسیار بد آب و هوای موریس بردند که زیر سلطه دولت بریتانیا بود. بهایی هم به این چیزها دولت بریتانیا نمیداد و این است که دردناک بود رویدادهای اون ده روز، در واقع باید با 16 روز میان سوم شهریور تا 19 شهریور که پایان کار بود و به خروج رضا شاه از ایران انجام مید و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه و یه دوره 3.5 سال اشغال ایران از سوی متفقین که البته دولت شوروی 8 ماه هم بیشتر در خاک ایران باقی ماند پس از جنگ و ماجرای معروف آذربایجان پیش آمد که یکی از برگ‌های بسیار بسیار دردناک تاریخ ایران است. یکی از تنها پیامدهای شاید نیک آمدن خارجی ها به ایران باز شدن سپهر سیاست ایران بود که به پیدایش نزدیک به 70 حزب سیاسی و نزدیک به 300 روزنامه در سرتاسر ایران انجامید که در تاریخ ایران این گشایش سپهر سیاسی بی‌نظیر بود. خیلی ممنونم آقای امینی. من فکر میکنم که درباره سوم شهریور هنوز میشه صحبت کرد. خیلی خیلی حرف داریم. موافق این که هفته آینده هم ادامه بدهیم این بحث رو؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون ازت. شب و روزتون خوش و شب و روز هممیهنان عزیز همچنین. با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر. بار دیگر شب و روزتون خوش.